ببین میدونی چی میخوام؟ میخوام اینم رضای یزدانی با این انبان احساس و گاهی وقتا زخم و با این رفاقت با موسیقی و قدم زدن با احساسش، مجموعه اینها چقدر کمک کرد که آدم بهتری بشه؟ من قطعا اگر حالا لطف دارین، اگر من جایگاهی برای خودم پیدا کردم توی موسیقی این سرزمین به واسطه همین سابقه شنیداری موسیقی خوب بوده، به واسطه همین احساسات و همین زخم‌ها و همین بزرگ شدن با اینها و یه جاهایی هم آدم خودشو میسپره دست اینا، یه جاهایی هم فقط فرمان نمیده، یه جاهایی هم از احساساتش فرمان میگیره. میخوام بگم اگه این رخت رضا یزدانی چهره رو بکنی و مثل یک آدم هزار ساله زخم خورده اهل دل با موسیقی پاشی بیای بشینی یه جایی واسه خودت تو خلوتت، اون آدمه رو بخوای قضاوتش کنی، چقدرش وام داره همین قصه هایی؟ چقدرش خوبه؟ من خیلی دوست دارم آدمه رو، خیلی دوستش دارم. چیاشو دوست داری؟ ببین همه چیشو دوست دارم، برای اینکه ببین یه وقتایی فکر میکنم که من 100 سال پشت سرمه، واقعا اینطوری احساس میکنم. خب الان مثلا من 5 تا آلبوم موسیقی کار کردم، 6امیشو دارم جمع میکنم، بیشترین تیتراژ رو توی سینما در واقع توی ایران خوندم، فیلم تو سه چهار تا فیلم بازی کردم، کار هنری زیاد کردم، فوتبال نمیدونم فلان اینا رو که بعد یهو مثلا یه لحظاتی یه جاهایی با خودم مثلا فکر میکنم میگم تو واقعا چند سالته؟ وقت نه که احساس پیری بکنی یا احساس میکنی که خیلی پیشینه، احساس پری میکنی، آره گذشته، حالا پری هم حمله بر خودنمایی نشه، احساس میکنی خیلی سال پشت سرته، خیلی سال پشت. نه اینکه بگم الان چیزه، من الان خیلی کار دارم. چند پیش مثلا داشتیم صحبت میکردیم که بریم فلانجا و بپریم و میگفتیم با میمیریم و اینا، از همین بامپی جامپینگ و فلان و اینا، بعد من گفتم که من یه خورده دیگه کار دارم. من نه خیلی میگم، مثلا من امسال همین تو این چند ماه 4 تا فیلم نامه برای من برای نقش یک اومد، من 4 تاشو رد کردم. بعد از این دست نه گفتن خیلی وقتا هست. این نهاره که میگی چی به دست میاری؟ همون، به نظر من خیلی وقتا آدم از نه گفتن خیلی چیزای بیشتری به دست میاره تا بله گفتن. چون ممکنه که خب جذابیت داشته باشه، بری فلان کار بکنی و همان کار بکنی، فلان فیلم رو بازی کنی، ولی در نهایت خروجی چه اتفاقی میفته؟ اینکه آدم فکر میکنه به خروجی کار و به اینکه بعداً چه اتفاقی ممکنه براش بیفته و اینکه آیا در شأنش هست که اون کار انجام بده یا نه. و این نهایی که شما میگی، من احساس میکنم آدم انسان‌ها توی زندگیشون بیشتر از اون نهایی که میگن اعتبار به دست میارن تا جواب مثبتی که میدن. خلوت و تنهایی خیلی دوست داری؟ من خیلی. غیر از موسیقی خلوت تو چی پر میکنی؟ ببین جنس خلوت خب فرق میکنه. اگه یه وقتی که بخوایم در واقع یه خلوت احساسی، یه خلوتی که جنسش جنس قشنگیه داشته باشم، همیشه موسیقیه. یا این که ترانه ها رو که برام میره زیاد میرسه شروع میکنم به ترانه خوندن، به شعر خوندن. خلوت قشنگ من این شکلیه. هیچ پیش اومده برگردی واسه یه اتفاقی، یه ترانه، یه کاری، یه چیزی تو موسیقی یا غیر از اون تو زندگی برگردی بگی خدایا مرسی؟ ببین خیلی چیزا پیش میاد تو زندگی من. کلن حالا آدم بسیار شوک‌گذاریم، همیشه هرکی از این برسه چطوری، اگه در بدترین حالت ممکنم باشم میگم خدا رو شکر، دقیقا واژه‌ای که من استفاده میکنم، میگم خدا رو شکر. ولی قطعا به غیر از موسیقی خیلی جا خیلی اتفاقا برای آدم میفته که از خداوندش تشکر میکنه و سپاسگزارشه و شکرگزارشه. بیشتر از هر چیزی از چی، برای چی از خدا شکرگزار خدایی؟ برای همین موقعیتت، آدمیتت، موسیقی، برای چی؟ آره مثلا آخری هایی که من پیش اومده و همینطور پیش میاد، یه جایگاهی پیدا میکنی که خیلی ها بهت احترام میذارن، خیلی ها که خیلی
انسان‌های بزرگ و محترمی هستن و من این چند وقته بسیار این اتفاق برام پیش اومده و همیشه گفتم بلا فاصله میگم خدای شکرت این آدم رو من خیلی بهش احترام میذارم و این آدم برای من خیلی بزرگه و این آدم الان داره آره میفهمم نگاه هست تو الان میفهمم آره نسبت به من لطف داره و من براش خیلی مهمم و این واقعا جای شکرگزاری داره دیگه. تو آدمایی که برات خیلی بزرگن وقتی نگاه خوبی بهت دارن و بهت احترام میذارن و حتی بالاتر از احترام میرن تو یهو اصلا یه اتفاقی برات میفته خیلی خوشایند. همیشه شما وقتی یه جایگاه خوبی توی جامعه نزد مردم سرزمینت، نزد هنرمندها، نزد آدمایی که بهشون خیلی احترام میذاری پیدا میکنی، بعد همیشه این دغدغه رو داری که ای وای نکنه یه وقت این ازش کاسته بشه، نکنه یه وقت این افول در واقع ایجاد بشه توی حالا زندگی شخصی، توی مخصوصا زندگی کاری و زندگی هنری. و همیشه ترس از این هست دیگه که بعد چی میگه خدای هواو داشته باشه. بله بله داره معمولا هواو. بله اون بخشی که من صحبت داشتم میکردم و گفتم این نگفتن ها در واقع دلیل اصلیش همینه که مبادا خدای نکرده به واسطه بله گفتن ها توی جاهایی مثلا یه کارهایی حالا هر چیزی میتونه باشه، فلان تیتراژ فیلم باشه، فلان نقش سینما باشه، فلان ترک موسیقی باشه، فلان خوندن فلان ترانه باشه، مبادا یه وقت این در واقع اتفاق خوبی که برات افتاده، این جایگاهی که پیدا کردی، خدشه توش وارد بشه و احترامتو کم کنه نزد اینها، نزد طرفدارا، نزد مردم، نزد خیلی ها که برات مهم هستن. خودتو از اونها هستی که به خدا بسپری یا نه؟ بله خیلی وقتا، خیلی وقتا میشه که واقعا احساس میکنی که یه جایی قرار گرفتی که تصمیم برای خودت خیلی سخت میشه و یه کاری کردی و داری انجامش میدی، اونجاست که میگی خدایا خودم سپردم بهت، اینجا رو اومدم الان توشم. یه خورده شک میکنی، یه وقتایی یه خورده فکر درگیر میشه و اونجاست که واقعا از خداوند میخوای که خدایا من خودم سپردم بهت، مواظب من باش. یعنی هر کی برای این که با خودش حرف بزنه یه زبانی داره. میخوام بگم که شکرگزاریت همیشه با همین لفظ و زبان و شیوه مرسوم و رایجی که خدای شکرت، یا یه وقتایی مثلا میگن که یکی میگه فلان نقاش میگه که وقتی نقاشی میکنم احساس میکنم از این جهان میکنم، یه جای دیگه، یه شکل دیگه ای نزدیک میشم. برای رضا یزدانی همچی اتفاقی تو موسیقی میفته؟ آره قطعا همینطوره. وقتی که شما دارید گفتم اون احساسات بر تو غلبه میکنن و تو میری سراغ تولید یک اثر هنری و اونجاست که دیگه شاید من اگه بخوام اون لحظات و اون حالا نیم ساعته، اون یه رو به یک ساعته اونو بخوام تعریفش کنم و توصیفش کنم واقعا نمیتونم چه از لحاظ گفتاری، چه از لحاظ تصویری، قابل بیان نیست. آره آره و اونجاست که تو احساس میکنی و میتونی احساس کنی که این قطعا یه چیزی از سمت خداوند به تو رسیده. بیا یکم راجبش صحبت کنیم، زلالتر میشی. بله اون لحظات بله. شفاف نور ازت میزنه. بله بله بله. بعد چی رو باز میتابانه در توی رضایی هستن؟ ببین اون ملودی و اون ملودی ها و اون نوت های موسیقی که تو در شاید تو 20 روز گذشته، تو یک ماه گذشته، تو روزمرگی نتونستی بسازیش و نمیتونی بسازی. آره این نکته یا این که میگه خیلی مهمه. و نمیتونی اساس نمیشه. یه چیز میشه شدنش میشه، مثلا علمی مثلا بگه خب حالا این آکورد پشت سرش این آکورد میاد، این نوت پشت سرش اینو، ولی اصلا چیز خوبی از آب در نمیاد تا از توی تو، از درون تو بیرون نزنه. یه چیز ماشینیه، جون نداره. اصلا شده رضا یزدانی با خودش بشینه بگه
خدا تو این کار، تو این آلبوم، این ترانه هستن، یه نگاه، یه لطف ویژه پیش اومده. بله. با خودت بله. گفتی؟ بله. مثلا اسم ترانه بگم. آره، من مثلا یکی از ترانه هایی که واقعا توی ساخت ملودیش و بعدها که گوش کردم و مردم که میشنون احساس میکنم که این اتفاق خیلی توش به وفور افتاده، ترانه حس تاریخه. تمام حس تاریخ رو توی برق چشات داری، شبیه دخترک های رو قلیون های قاجاری، توی ترجمه میگه مرمت کن منو از نو، نظر خالیشم از رویا. اون ترانه حس تاریخ دقیقا اون ملودی که من ساختم، اتفاقا اون ملودی جز معدود ملودی همه که با پیانو ساختمش، با گیتار نساختم. اون دقیقا اصلا یادم نیست، اون تایمی که اتفاق افتاد اصلا، یا هرچی فکر میکنم کی بود چی بود یادم نمیاد. به راسته همین حس هست بادن، یعنی انگار مال یه لحظه هایی که از یه جنس دیگه. بله کاملا جنس نفس کشیدن های روزمره نیست. کاملا این حس ها، این لحظه ها برای زیاده؟ کم نیست. خود اونجوری تو بیشتر دوست داری، یا این خودی که سوار ماشین میشه بیرون میره ریش رو میتروشه؟ نه قطعا اون یه جایگاهی داره که من اگر میتونستم براش یه ویترین درست میکردم و میذاشتمش قشنگ پشت شیشه، قشنگ مراقبت میکردم ازش و همیشه میتونستم بهش نگاه میکردم و همیشه دوست داشتم اون شکلی باشم. رضا یزدانی که زیاد میگه خدا رو شکر میکنه، خدا رو شکرت میگه، فقط همین بر ازای این بده بستونی که با خدای خودش داره در حد همین شکر کفایت میکنه دیگه؟ نسخه رو همینجوری میپیچ و خلاص میشه میره؟ نه خیر، ببینین میخوام میگه ببینین با هستی بده بستون داری با... بله کاملا. من آخه ببین الان من مثلا بگم فلان کار رو میکنم، نه فلان کار اصلا نمیخوام بگی اتفاقا، خیلی بده. نه میخوام بگم که نه نگو، چون به نظر من قشنگی و کارت چیز میشه. کاملا. نه ببین یه سری کار من انجام میدم که نمیگم چیه، یه سری کارهای خیریه و جز آدمایی هستم که تمام برنامه‌های خیریه که دعوت میشم بلا استثنا میرم. یعنی حتی مثلا دیروز با بچهای مهرآفرین رفتم برج میلاد و دیدم باشون، حالا سی دی بهشون دادم بخوره، باشون بودم تا اینا مثلا 9 صبح میرفتم. من 9 صبح پاشدم برام واقعا اصلا وحشتناک‌ترین کاری که میتونم انجام بدم، ولی وظیفه خودم میدونم ساعت کوک کنم بذارم پاشم و انجام بدم. یا هفته قبلش رفتم بچه های مثلا دستای مهربان باشون بودم. از این دست کارهای خیر، حالا بغیر از کارهای مالی اینا که حالا اونا گفتن نداره، سعی میکنم تا اونجایی که بشه یعنی از من بخوان واقعا انجام میدم و وظیفه خودم میدونم و وظیفه هر هنرمندی میدونم که این کار انجام بده، به خاطر اینکه مردم هنرمنده رو دوست دارن، بهشون احترام میذارن. من فکر میکنم خدا یه چیز اضافهی به تو، نمیخوام بگم اضافه، یه چیز ویژه تری به تو میده، یه صدای خاصی میده، یه نگاه خاصی میده، احساس خاصی میده، اصلا گاهی اوقات رنج و زخم تو به توی هنرمند میده، که این یه بدهی از طرف جهان، از طرف خلقت به تو و یه بستون میخواد. میخوام اینم که این رو بهش عالمانه و آگاهانه نگاه میکنی و وارد این. بله قطعا همینطوره. ببینین این که خداوند این جنس صدا رو به من داده، این که کسی دیگه ای نداده، خدا داده دیگه. بله. چیزی اصلا نمیشه منکرش شد، این صدا رو به من داده، این خش صدا رو و این جنسی که حالا خب خیلی کم پیدا میشه و اینه تو صداهایی که حالا موجود هست. این اولین چیزی که قطعا خدا در اختیار من گذاشته و من احساس میکنم که به واسطه انتخاب ترانه ها و نوع موسیقی و اینکه جور خاصی اینها رو خوندم و کنار هم گذاشتم، احساس میکنم که تونستم جواب این خوبیه رو بدم. یعنی که من نیومدم این صدا رو در اختیار یک موسیقی نازل قرار بدم. آره خود همین اتفاق مهمه. بله. نعمت رو میگن کفران نکنیم، یعنی همین جای درست مصرفش کنی. به شکل درست مصرفش کنی، اینکه حرومش نکنی، اینکه اصلا این یه چیزی میگن آقا شما حق نداری به خودت صدمه بزنی. بله. با اینکه بدن ما رو شماست، ولی حق نداری سرت بزنی تو دیوار، باید مراقبش باشی. دقیقا این هم همینه، اینو خدا در اختیار گذاشته و مراقبش باشی، باید درست ازش استفاده کنی. هر چیزی که
خداوند ممکنه به صورت خیلی ویژه در اختیار تو گذاشته باشه. این هم مستثنا نیست دیگه. من این بده بستونه رو و این در واقع بازش رو پیدا نمی کنم، مواظبشم، احساس می کنم که باید مراقبش بود، باید درست ازش استفاده کرد و باید رعایت کرد. یه سپهری شعری داره، میگه بخشش اینو میگه: من از هجوم حقیقت به خاک افتادم، برای شما هیچ تو این کار پیش اومده یک موسیقی رو بشنوی، یه شعری رو ببینی یا یه اجرایی رو، و بعد انگار هستی چنان در نظر تغییر کنه که همینجوری از هجوم حقیقت به خاک بیفتی؟ بله قطعا. یه تجربه اینش یادت میاد؟ ببین زیاد بوده، من تا شاید الان مثلا ذکرش حالا چیز نباشه، ولی خب قطعا کنسرت هایی بوده، فضاهایی بوده، موسیقی هایی بوده که من با دیدنش منقلب شدم، احساس کردم که کاش من این رو میتونستم، این فضا رو مثلا تو کنسرت خودم ایجاد کنم، یا اینکه این مثلا این تصویر و نور و صدا و این شخمت زده. آره دقیقا کیو خوشکت زده جلو مثلا مانیتور، که عجب اتفاقی. با همیشه من اینجور موقع میخوام بر خودم داشته باشمش، یه احساسی دارم، همیشه میگم که خب این اینجاست، من بس خودم برسونم به اینجا. الان این که منو اینجوری تکون داده و من انقدر دوستش دارم که داشته باشمش، باید برم سراغش، باید بگیرمش. دنبال من بهتری یا این از جاه طلبی و خودخواهی میاد؟ نه، من بهترم، ولی آدم جاه طلبی هم هستم. بطمئن جاه طلبی خوب داری؟ بله. من همیشه دوست داشتم که موسیقی من فراتر از مرزهای سرزمین باشه، بتونم معرفیش کنم، بتونم گرمی بگیرم، مثلا بتونم این شکلی کار کنم. تو این کارا، تو این چند سال خوندن، تو این هشت و نشت با موسیقی، یه جایی بوده توی کاری، چه اجرای حالا زنده باشه، چه برای ضبط آلبوم باشه، اینها احساس کنی که نفست انگار داره رایحه حق میگیره، انگار یه جور خوبی میشه، انگار با بقیه وقتا فرق داره، حتی با بقیه خوندنات فرق داره، چیزی میشه اینجوری داشته؟ بله. ببینید کلن ما وقتی که، من خودم شخصا وقتی استیج میرم، وقتی خب 2000 نفر جلوت دارن فریاد میزنن و از حفظ ترانهات رو میخونن جوری که تو اصلا انقدر صدا بلنده که موزیکو نمیشه و ول میکنی، اجازه میدی بخونم، قطعا اونجا یه حس عجیبی به دست میده، یه حس دوچاره همین احساسه میشی که چقدر اتفاق خوبی داره برات میفته، چقدر انرژی داره میاد سمتت، و از اون طرف فکر می‌کنی که چقدر باید مواظب باشی که اینا رو دست ندی. این همزمان فکر میاد سراغت یا نه میذاری بعدش که نه؟ ببین تو اون لحظه نمیاد سراغت، برای اینکه انقدر از انرژی پر میشی. ببین یه چیزی بذارت بگم، ببین اینو با هم صحبت کنیم. میدونم فوتبال و ورزش و اینا رو دوست داری و اینها و بازی می‌کنی. این فوتبالیستا تو مسابقات خیلی مهم که گل میزنن، من زیدم بر میگردن رو به آسمون و برای خدا بود. هیچ میخوام بگم در اون لحظاتی که گل تو زدی برگشتی به آسمون؟ بله. من همیشه شروع در واقع اوپنینگ کنسرتام با یکی از کارهای حضرت مولانا است که ترجیبندش میگه: اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ ترجیبند کار اینه و من تو شروع در واقع استارت اجراست، بیشتری حجم فریاد و احساساتو تو داری از جمعیت میگیری و من اون لحظه اینجوری میخونمش، میگم: اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ اینو یه بار دیگه تو همین حالتی گفتی تکرارش.
میدونی جور خوشگلی. من اگر الان اوکی تکرارش میکنم، ولی من اگر الان اینو 5 میلیون بار اینجا تکرار کنم یک بارش اون نمیشه. قطعا نمیشه چون اصلا در لحظه است. آره واقعا اون لحظه است. میگه اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر. صادقانه چقدر امضاته، چقدر باورته، یعنی که اوپنینگ کارات اینه، امضا میکنم کارو میکنم و ولی چقدر باور رضا یزدانیه، چقدر ته دلش. قطعا باورش دارم، به خاطر اینکه قطعا باورش دارم که اگر که همونی که اینا رو به من داده نخواد خیلی سریع از من میگیره. آره هیچ وقت به این فکر کردی؟ بله. کف بره یه هو یه سال بعد زیاد قشنگ ترس زندگیمه، قشنگ ترس زندگیمه که وای نکنه یه وقت من این جایگاه از دست بدم، نه اینکه حالا از دست بدم، اینکه توش در واقع افولی ایجاد بشه، کم بشه ازش. یادمه به پارسال همین جشن شعبانیه بود، یه شهرداری تهران یه کار عجیبی کرده بود توی پارک آزادگان، 26 هزار تا صندلی چیده بود توی زمین فوتبال، 15 هزار نفر هم میستادن، 40 هزار نفر. من واقعا یه همچین تجربه نداشتیم دیگه. بالاترین بیشترین تجربه که داشتیم مثلا حالا سالن وزارت کشور بوده 3500 نفر. آره یا حالا یه فضای باز 5000 نفره. اصلا نمیدونیم توصیفش نمیشه کرد، انقدر این فضا عجیب بود، انقدر همه چیزش عجیب بود، هم صدای جمعیت عجیب بود، هم حس خوب اون هم. آره مثلا 40,000 نفر یعنی چی واقعا، مگه میشه؟ بعد اونجا دقیقا مثل همون لحظاتی که میگم مثلا نیم ساعت یه ساعتی که یاد نمیاری چه اتفاقی برات افتاده، ملودی ساختی، باور کن من اون کنسرتو یادم نیست، اصلا لحظه هاشو یادم نیست، هر چی فکر بهش میکنم که کدوم آهنگو خوندم، چه شکلی بود، چیکار کردم. بعد پیش میاد بعدش بیای بگی که ببین رضایی یزدانی 40,000 تا آدم. حالا همین میخواستم بگم. آره همین میخواستم ادامه بدم که اون وقت اونجا تو بیشتر به این فکر میکنی که خب الان اونجا که ایستادی این همه آدم و در واقع این اجرا و این شکله و این یه محبتیه که به رسیده، حالا چی؟ حالا بعدش چی؟ چجوری بعدم میخوای در واقع خودتو به خداوند میسپری و میگه خدا اینجاست که میگه آدم میگه خودشو میسپره دیگه. آره میسپری به خدا و میگه که دیگه با خودت بقیهش ببین. بعد حس خیلی یونیک و بی‌نظیری باشه. 40,000 تا حس خوب. یعنی فکر میکنم که خیلی باید شاکر باشه. خیلی شاکری. بله یعنی اتفاق حیرت انگیزی دیگه. 40,000 نفر با تو موج حسیشون رو یکی میکنن و به انرژی های خوب میدن و حس تو بیمه میکنن. آره بله. خطر هم داره از چه لحاظ؟ از این لحاظ که مسئولیتی آتو به عنوان یه بشر، به عنوان یه آدمیزاد که مثل من و یکی دیگه تو خیابون راه میری کار میکنی اینا، مسئولیت نسبت کلی هستی اون وقت فرق میکنه. ببین قطعا نمیتونه، شما هر چقدر که معروفتر بشی، هر چقدر که شناخته شده تر بشی، هر چقدر که مردم بیشتر دوست داشته باشنت، هر چقدر که احترامت نزد انسانها بیشتر باشه، قطعا مسئولیتت بیشتره و قطعا خطر بیشتری داره. وقت تو دیگه همه کاری نمیتونی بکنی، تو همه جا نمیتونی بری، تو همه هر جور حرفی رو نمیتونی بزنی، باید مواظب همه چیز باشی و این سخته، خیلی سخته و خطرناکه. پسش برمیاد. من خیلی سعی کردم که در واقع مواظب باشم و از پسش بر بیام. خدا رو شکر تا حالا که این اتفاق افتاد انشالله بعد از اینم خواهد افتاد. به این خدا رو شکر انشالله که گفتی، این به عادت سنواتی ما ایرونی هست. نه قشن اعتقاد دارم، کاملا بهش اعتقاد دارم. چرا بهش؟ یه چی هست درش؟ به خدا اینکه ازش گرفتم. به خدا اینکه اعتقاد دارم و باور دارم که ازش گرفتم.
و چون این باور رو دارم از همون حرفی که بهتون زدم گفتم، این صدا رو وقتی به من داده شده خب به میلیون ها نفر داده نشده، بنابراین بهش اعتقاد دارم کاملا. دونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که وقتیه که رضا یزدانی عادت میکنه که ترانش رو خوندنش رو با 2000 نفر 3000 نفر 5000 نفر قسمت کنه، و شاید یه وقتی اتفاقی بیفته که رضا یزدانی خودش و خونش و تنهایی و اتفاق 2000 تا و 3000 تا و 5000 تاییش نمیفته. به یه دلیلی معلوم نیست چرا، برای اون تنهایی اینقدر انبانت رو اندوختی از چیزهایی که اصطلاحاً کم نیاری. نه واقعا نمیتونم تصورش کنم، واقعا برام یه کابوس. الان در حال حاضر برای اینکه خیلی کار دارم که انجام بدم، همینجور کار دارم، همینجور ملودی دارم، فکر دارم، ترانه های جدید دارم، تنظیم فکرهای تو جدید تو تنظیم دارم، و الان اگر یه همچه اتفاقی برای من بیفته واقعا شاید نتونم مقابله کنم باش، نتونم از پسش بر بیام. یه چیزی توی جملاتت بود، میخوام اینو به عنوان سال آخر ازت بپرسم. گفتی یه فکرهای دیگه داری، این فکرها فقط در حوزه موسیقی یا نه برای رضایی یزدانی هم یه فکرهای دیگه داری؟ برای رضایی یزدانی هم دارم، یه فکرهایی دارم، ولی الان بخش اعظمش رو موسیقی اشغال کرده. در واقع یه ذهنیتهایی برای همون تنهایی ها که گفتین دارم و یه فکرهایی کردم، ولی انقدر این بر کفش سنگین تره اجازه نمیده که اونور دیده بشه. سپاس و احترام برای اینکه اومدید به گفتگوی تن. ممنون از شما، خیلی گفتگوی خوبی بود، دوست داشتم. ان‌شاءالله که از این دست برنامه ها بیشتر باشه و ما در خدمت شما. خدا نگهدار.